مهافرید امیر خسروی صبح روز شنبه سوم خرداد ماه در زندان اوین تهران اعدام شد. متهم ردیف اول پرونده مشهور فساد مالی که به پرونده 3000 میلیارد تومانی مشهور بود. مهافرید امیر خسروی صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریا نخستین فردی است که در رابطه با پرونده‌ای که از مرداد ماه سال 90 رسیدگی به آن آغاز شده بود به پای چوبه دار برده شد. سه متهم دیگر این پرونده به اعدام، دو نفر به حبس ابد و چند متهم هم به انفصال از خدمت و حبس‌های دراز مدت محکوم شدند. غلامعلی ریاحی وکیل مدافع آقای امیر خسروی به سایت خبر آنلاین گفته که حکم اعدام موکلش بدون اطلاع او اجرا شده. سارا خسروی همسر آقای امیر خسروی هم گفته که روز گذشته با همسرش ملاقات داشته و در این ملاقات آقای امیر خسروی گفته که تا تمامی بدهی‌هایش را پرداخت نکند اعدام نخواهد شد. روز گذشته گزارش‌هایی از اعتصاب غذای آقای امیر خسروی منتشر شده بود. او 10 روز پیش نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت که مقامات دادستانی تهران از انتقال آن به رهبر جمهوری اسلامی جلوگیری کردند. او گفته بود تا انتشار متن این نامه دسترسی به تلفن برای تماس با بستگانش و توقف آنچه که به توصیف او دروغ پردازی درباره شرکت‌های تولیدی اوست به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد. دستگاه قضایی ایران اتهامات آقای امیر خسروی را فساد بر روی زمین از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه اعلام و بر این اساس او را به اعدام محکوم کرده بود. حکمی که در نهایت با تایید دیوان عالی کشور اجرا شد. همه اینها در تعقیب قرار گرفتن. یمنو فوت شدن. بعضی از افراد مسئول حساب و مأمور معامله شدن. چهارشنبه گذشته سخنگوی قوه قضاییه با حضور در مجلس ایران گزارشی در مورد روند کار این پرونده ارائه داده بود. یکی از متهمان اصلی این پرونده محمود رضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران است که در کانادا به سر می‌برد و به رغم درخواست مقامات قضایی ایران حاضر به بازگشت به ایران نشده. پرونده 3000 میلیارد تومانی پیشتر بزرگترین پرونده فساد مالی در تاریخ ایران نام گرفته بود. حقیقتا من با وزارت نفت فعالیت خاصی نداشتم. البته پیش از اینکه نام بابک زنجانی و پرونده بدهی مالیش مطرح شود، پرونده‌ای که مقامات قضایی ایران میزان فساد مالی آن را 3 برابر پرونده امیر خسروی دانستند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.